سلام، امیدوارم که خوب باشید. من رامین کوکتل تی وی با ادامه آلبوم کوروش 420 وول 2 ویژن اومدیم. ترک ششم یانگی که بسیار مورد انتظاره. چرا؟ چون فیت با زیرو تونی وان کیده. زیرو تونی وان کیدم خیلی هایپ کردین داستانو، میخوایم ببینیم چجوری اسم آهنگ اکلیل سورنج، کسایی هم که پشت کار بودن، بیت با کاسفینگر یا کاسفینگر به علاوه سامیلو بوده. فرید ایمانی هم میکس مستر زده مثل بقیه ترک های این آلبوم. میخوایم با هم بریم بشنویم. یه توضیح ریز بدم چیه داستان. یکم دیر شد، راست میخواین، دو سه روز خوب نخوابیده بودم، یهو بیهوش شدم، برای همین ویدیو دیر شد، عذرخواهی میکنم، ولی سعی میکنم آلبومو به زودی با هم تموم کنیم. برو بریم با هم این ریاکشن رو داشته باشیم. اما قبل از هر چیزی لایک و سابسکرایب و کامنت انگلیسی یا فینگلیش یا تمام زبانهای زنده به جز فارسی یادتون نره که ساباتون نریزه. برو بریم که ریاکشن ویدیو رو داشته باشیم. دوباره گفتم برو بریم. تهران سپیکر اسپانسر کار. فکر کنم سمپل یا آهنگ ایتالیایی اینطوری باشه، چون یه فکر کنم وکال ایتالیایی طور داشتیم، نمیدونم، خیلی هم یه کوچولو هم آشناست. کاسفینگر بیبی. ایو ساعت 4:20 تهران شد، بالا نشسته استانبول، من 24 دوتا چشمام سرخ و جیو تنجی تو هر بلانتو میذاریم تاثیر مارلون براندو به باش هرشی یه جواسه وانتونز پوستتو کندیم کردیم پالتو زاخرا تهران رو انم اسکی مثل نیمار میزنم اسکیز بیرون. این اولش خیلی ترک بول شروع نشد. چرا؟ چون قافیه خیلی بال نبود. استانبول، چشمام سرخ، مارلون براندو، حالا تاثیرگذاری مثل مارلون براندو که یکی از بازیگرای خفن هالیوود بود و این داستانها، ولی خیلی قافیه‌اش همه اولش شیک و مجلسی نبود. استانبول، مارون براندو، چشمام سرخ، خیلی من نبودم تا اینجا. رو انم اسکی مثل نیمار میزنم اسکیز بیرون لنگا اشش بلی تا میشه پیدام همه تون فیدیم زندگیم سریال کسخار نتفلیکس. خب زندگیم سریال کسخار نتفلیکس، این لفظی یه کوچولو داره زیاد میشه تو رپ فارسی. نتفلیکس این روزها خیلی زیاد میشنویم. فکر کنم توی ترک دیگه هم تو آلبوم شنیده بودیم اینو، چیز گفت دیگه، رو دلار خوابیدم فکر کنم خلصه گفت جلو نتفلیکس و اینا. کلا این لفظ نتفلیکس خیلی زیاد شده. از اونورم گفتش که مثل نیمار میزنم اسکیلز لای پای فلان و اینا، میام من فید میشن اسکیلز هم که این حرکاتای تکنیکی و فلان و اینا. اسکی هم با اسکیلز باز رایم خوبیه ولی اونقدر نی. بریم لنگا اشش بلی تا میشه پیدام همه تون فیدیم زندگیم سریال گزخار نتفلیکس اینجا هر روز 20 اپریل تو بک بود میچوقه بیبیم آره محبوب ترم مرلین اگه لفظ خوب ندارین هرنستن محبوب ترم مرلین. مرلین مونرو رو میگه دوست دختر چه گفت بیبی شو تو بک بود میچوقه بیبیم آره محبوب ترم مرلین اگه لفظ خوب ندارین هرنستن منو تونیو ترکیب کنن آره محبوب ترم مرلین اگه لفظ خوب ندارین هرنستن منو تونیو ترکیب کنن. سویچ بین وکالا خیلی خوشگل نبود، این صدای یه فید ریز اومد، اون یکم فید شروع شد اومد بالا، قشنگ مشخص بود وکالا جدا ضبط شدن یهو از روی رفت رون. آره محبوب ترم برلین اگه لفظ خوب ندارین هرنستن منو تونیو ترکیب کنن بوم ترکی دکلی سرنج قفل نمیخوام وحشیش کنم رو دو سه دوز بیرون پشیش کنم الان چرا این زخارا جمع شدن دورم الان ندارم اصلا حال و حوصله خوزبلات میخوام بریزم برام ولی من پرم الان پرم الان دورم الان خوزبلاتم. برعکس تمام آهنگایی که تا اینجا گوش دادیم قافیه ها اونقدر خوشگل نی، بعد یه کوچولو مثلا دریل معمولا اون آخرش میگن بکوبه، اونجوری هم کوبنده هم نیست اون قافیه های آخرش. اوکی ایو الان 4:20 ویلزو این بدی واسم این چاقه هیزو داشیم شما رو املت زده و سر صبح میبریم فیزو خاکه ها رو تاریختیم دمنوش بدبی تو فر میپزه کیک لانچیم یه قلوب پاپ جو تخمه منزخارا میکنن ای چون از سر سال سرمون خیلی کار 2022 زندگیم سریال با میشه 12 ساله یه شیواز تمیز پیدا نمی کنی یه لیوان بریزی هنی قافیه های زیرو رو هم دوست ندارم، مثلا شیواز و اون پشتیش الان یادم رفت، ولی قافیه های زیرو هم خوب. حاجی انتظار ما فکر کنم انتظارم زیادی از این آهنگ بالا بود. تا الان 1:12 اصلا راضی نیستم از آهنگ تا اینجا، یعنی آهنگ اونجوری که باید و شاید داره بهم حال نمیده برعکس بقیه ترک های آلبوم. 22 زندگیم سریال با میشه 12 سال این سریال با یه شیواز اصلا خوشگل نیرای یه شیواز تمیز پیدا نمیکنی یه لیوان بریزی هنی و خالی جای سیگار سبک میپیچیم خیلی شل فاز مدیکال یه ایران پلی موزیکمون کل اکیپا خودمون دنبال بابی تمام سفیدا میدونستم منو کوریو ترکیب کنن بوم ترکی دخیل سرنج قف نمیخوام وحشیش کنم رو دو سه دوز بیرون پنجیش کنم الان چرا این زخارا جمع شدن دورم الان ندارم اصلا لوزل خوزبلات میخوام بریزم برام ولی من پرم الان پرم الان این اتکشم چه میدونی درام الان خوزبلات زبونه یه جوری میچرخه
یه جوریه ساقا پوکر فیس نه جلوم یه او رست میره با دوتا بلوف جدیدا غرقن الان تو رفا پوکر فیس نه یا جلوم یه او رست میره با دوتا بلوف حالا پوکر فیس که مشخصه دیگه کسی مثلا پوکر فیس یارو دیگه بعد اینو با خود پوکر قاطی کرده چون میگه رست میره با دوتا بلوف این بال بود ساقا پوکر فیس نه جلوم یه او رست میره با دوتا بلوف جدیدا غرقن الان تو رفا براشون دریا برام یه قلوب مارکت پلوم تو پارک وی ولوم هر کیم فکر کرد تو رفت که وزن است روزی سه ست میزنم با شخصا هالتر جلو آروم تو ایول ببین این همینو از اول میخواستم مثلا اینجا پارک وی ولوم یه چیزی که بعدش گفت یادم رفت رایماش خیلی خوشگل بود یه اشاره هم که یکم جدیدا رو زد گفت تو رپفا جدیدا غرقن واسه شون اقیانوس یا حالا دریا واسه من یه قلوب مثلا اون داستانی شد که واسه یه مورچه استکانوانه یه همچون حالتی یعنی من انقدر گوندم آره دیگه این لیوانا شما مورچه این توش واسه تو مثل دریای مال من یه قلوب وی بولم هر کی هم فکر کرد تو رپ که وزن است روزی سه ست میزنم با شخصا هالتر جلو آروم تو بندم هایپر سولو ببین هالتر جلو هایپر سولو اینا رو انتظار داشتیم که این تو ورس اول نبود الان این ورسش خوب شد این باحال بود مشخصه دیگه میگه اونایی که فکر میکنن وزن رپ فورسن باشون هالتر جلو میذارم که بازوها قوی شه دیگه من حتی تکی هم هایپرم چه برسه حالا با تیم و این داستانا اوکی آروم تو بندم هایپر سولو روبی چک خورد هر کی شد گستاخ شدم بیل اسمیت رپ فورس اسکار تکی زدم من تو دل گردان یه روز شد رهبر اون سرباز گمنام الان آها خوشگل‌تر شد کاش ورس یکم به این خوبی بود لفظاش باحال بد نبود ورس یک ولی قافیه هاش اونجوری که چیز کرده بودن اوکی به نظرم باحال نبود مخصوصا انتظاری که حالا از کوری وانتس دارین اینم دیگه اشاره به اون داستان ویل اسمیت اون چکه که اون بالا زد و این حرفا ویل اسمیت رفت فورس اسکار تکی زدم من تو دل گردان یه روز شد رهبر اون سرباز گمنام الان کنسرت پر اعصاب مساب یخته بود تو اکتات حرفات کس شرمون و تون لفظام دستاس کوکتل مولو تو په یزیدم در روز اومدی وکی ولی عوض کردی 5 تا هتل پامچینه رو کازینو نات بازن سر تیبل کوبیدیم 2K خب اینجا هم میشه میگه آقا میگه گفت یزیدم دو روز اومدی وکی وکیشن فکر کنم منظورشه 5 تا هتل عوض کردی بعد بک وکال گفت چرا دنبالش بودن حالا اومده UK تعطیلات اینا داخل بودن مسکه دنبالش بعدم که راجب کازینو اینا صحبت کرد دیگه تیبل کوبیدیم 2K رولت 1000 تا بت داد عربه سیاه تو بسکت از عقبه بگار ویپ سمی هم نسخ کناری ورف با توقنگا با مکه سیمو بنداز تو گوشید لایک ها سم سرفست و بردم سارداک قبلش خریدار رو کنیم اروت حاضر شو شب بریم پیساب بار دپازیت ورس دو کلن قسمت دوم آهنگ قوی تر بود نسبت به اولش زیرو هم داره بهتر عمل میکنه زیرو تون اون کیت من اینقدر به زیرو میگم یعنی به زیرو تون اون کیت مثل اون داستان هم مثلا به ازالیتو میگم بزیلی یا سپی خلص یا کوری وانت زیرو تون اون کیت هم میخوام اینجوری سادش کنم میگم زیرو یک کوچولو حالا شاید اشتباه برداشت بشه ولی زیرو تو ریوان کیت من میگم زیرو اگه اشتباه میگم حال نمی کنید بنویسید تو کامنت ها روت حاضر شو شب بریم پیساب بار دپازیت روی هلیفکس نشد باز کشه رو بریزیم تو منزو یوستن تو هتل زدیم بالون راه برگشت قبلمون گم شد نصف لفظ های زیرو رو طبق معمولا متوجه نشدم ولی میدونستم منو کوریو ترکیب کنن بوم ترکیدکی سرنج خوف نمیخوام وحشیش کنم رو دو سه دوز بیرونه پشیش کلم الان چرا این زخارا جمع شدن دورم الان ندارم اصلا لوزل خوزه بلاد میخوام بریزم برام ولی من پرم الان این میکس صدا هم که با هم ترکیب شده بودن که جفتشون میخونن از اون اول که کوری رفت رو کورسه بهتر بود کاس فینگر بیبی که ما میگیم کس فینگر ولی کاس فینگر خب با هم شنیدیم اکلی سورنج و ترک ششم آلبوم کوروش 420 وول 2 ویژن به نظر من تا اینجا که گوش کردیم 6 تا ترک اول ضعیف‌ترین ترک بود قافیه ها بعضی جاها خیلی به نظرم استاندارد نبود اونجوری خوشگل و چفت نبود لفظای خیلی عجیب بجز حالا ورس 2 کوروش نداشت چون انتظار داشتم که وقتی هم رایمات مثلا اونقدر خفنی حالا پانچات بعد به نظرم خیلی خفن باشه که اونو کاور کنه البته درستش اینه که هم پانچا خفن باشه هم رایما ولی کلا من همه ترک‌ها رو دوست داشتم تا اینجا این ترک‌ها اصلا دوست نداشتم یعنی فکر نکنم یه بار دیگه من این ترک رو برم سراغش و بخوام گوش کنم انتظارم خیلی بیشتر بود مثلا حالا هم زیرو خیلی هایپش کرده بود زیرو تون وان کیت بهتر بگم تونی انقدر نگم زیرو تونی هم خیلی هایپش کرده بود هم حالا کوروش که خیلی اونجوری راجبی صحبت نکرده بود بیشتر وایس تونی اون یکی دو بار فوروارد کرده بود از این داستانی که بگذاریم بیتش بال بود میکس و مسترش هم به نظر من خیلی چیز نبود یکم صدا ایرانی تور میداد ایرانیزه تور بود به نوعی و اون یه تیکه اون وکاله هم عوض شد حالتش من دوست نداشتم مثلا بهتر بود یه جوری بود که میومد رو همون فیدیه بال نبود
نمیدونم کلاً شایدم انتظارم زیادی از این ترک بالا بود که به هر حال هم کوروش خوش اثبات کرد خیلی خفنه، مخصوصا تو این ترک ها انقدر سیلاباش خفن بود تا ترک 6 و هم زیرو تونی وانکید مشخصا رپر خفنیه تو بچه نسل 4، شاید انتظار خیلی باحال بود منو راضی نکرد. من بخوام به این آهنگ نمره بدم من 4.5 میدم چون اصلا نچسبید بهم. حالا دیگه نظر شخصی و سلیقه است دیگه، برعکس بقیه ترک ها که به ترتیب داشت بهتر میشد انتظارمونم آلبوم شاید به خاطر این بود چون 5 ترک گوش دادیم خیلی انتظارمونو برد بالا، باحال بود این ولی اینجوری بود. خلاصه این از این، دمتون گرم که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید، نظر خودتون رو توی کامنت بپاچید ببینم که نظرتون چیه راجع به ریاکشن نظر من و همچنین آهنگ. دمتون گرم که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم اونطور همشه توپ خوب عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.